بسم الله الرحمن الرحیم، طاعاتتون قبول و سلام بر شما بینندگان عزیز، عباد صالح خداوند. امیدوارم هر کجا هستین در این ماه میهمانی در عین سلامت و تندرست جزء خاصان این ماه باشید و خداوند نگاه رحمت و مغفرت شامل شما هم بشود. در خدمت حضرت حجت الاسلام سید حسن حیدری هستیم، به معذرتشون سلام عرض ارادت دارم. اونجا سلام علیکم تو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. همچنین من هم به شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض ادب دارم. ان شاء الله که هر جا هستن زیر سایه لطف و امیر مؤمنان صلوات الله علیه و اهل بیت طاهرین از هر بلا و آفت دور باشند و طاعات و عباداتشون مقبول درگاهشون واقع بشه. طور بوده ما خدمت شما عرضم که الحمدلله به لطف اهل بیت تا اینجا در لطف و رحمت اهل بیت بودیم و انشاءالله تا آخر ما هم به ما اجازه بدن که توفیق روزداری خالصانه داشته باشیم انشاءالله. خب ما روزهایی که منتسب به امیرالمومنین هم از یک شنبه ها محضر شما بودیم و با شنیدن فضایل امیرالمومنین لذت میبردیم. امروز رو هم کماکان منتظریم، گوش و دلمون رو آماده کردیم برای شنیدن این فضایل نابی که از کلام شما به گوش میرسه. الحمدلله رب العالمین برای این توفیق. انشاءالله این توفیق همیشه همراه ما باشد و سلب نشه انشاءالله. خدمت شما عرضم که ولایت امیر مؤمنان صلوات الله سلام علیه یک مهره کلیدی هست در وجود همه ماها که این رو خدا قرار داده و میثاق و پیمان از اون گرفته و همه در دنیا اومدیم این میثاق و این پیمان رو نشون بدیم، بروز بدیم و با قلب و دل و زبان و قلم و تمام وجود این رو اظهار کنیم و به مردم بیان کنیم و خودمون هم به این میثاق پایبند باشیم. فرضا شما وقتی نگاه کنین میبینین که در طول حیات عمر شریف رسول خدا صلی الله علیه و آله از قبل از میلاد امیر مؤمنان صلوات الله علیه و جریان میلاد که اینجا مفصل بیان کردیم و بعد از اون تا رسالت حضرت صلی الله علیه و آله، امیر المؤمنین صلوات الله علیه خدمت شما عزم با حضرت هست و به خواص خودشون رسول خدا صلی الله علیه و آله ایشون رو به عنوان ولی و مولا معرفی میکنه. این یعنی این نه این است که ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در روز غدیر خم فقط اعلام شده یا مثلا خدمت شما عرضم که اونجا اومده، اونجا نازل شده و از اونجا شروع شده، نه، بلکه ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه یک مسئله بوده که از قبل بوده و همه دورانهای قبل هم باید به این ولایت اقرار میکردن، پیامبران قبل هم اقرار میکردن و در زمان خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و قبل از ایشون هم تمام خانواده پیغمبر صلی الله علیه و آله و منتسبین به ایشون از عبدالمطلب، از حضرت ابو طالب، از خدمت شما عرضم که حضرت خدیجه سلام الله علیها و غیره همه باید اقرار میکردن به این ولایت و مولا رسول خدا صلی الله علیه و آله این ولایت رو ازشون اقرار میگرفته که یکی از بارزترین این اقرارها در جریان اسلام ظاهری است. وقتی که حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه و حضرت خدیجه سلام الله علیها در حضور پیامبرن و جبرئیل نازل میشه و به این دو بزرگوار میفهمند که به رسول خدا صلی الله علیه و آله میفهمند که عرض میکنه که شما باید از امیر مؤمنان و حضرت خدیجه سلام الله علیها بر اسلام بیعت بگیری. این نحوی اسلام مثلا اینها چگونه بوده اینجور که رسول خدا صلی الله علیه و آله میفهمون یا علی و یا خدیجه اسلمتما لله، باید شما تسلیم خدا شدید و سلمتما له و شما تمام امور خودشون رو تسلیم خدا کردید که اسلام همین معنا رو میده. امیر مؤمنان صلوات الله علیه در مورد خود اسلام میفرماد که من نسبتی رو به اسلام میدم که نه قبل از من و نه بعد از من کسی اینجور بیان نمیکنه. این فهمید الاسلام هو تسلیم، این مطلعشه و تسلیم به یقین و تا انتها.
یعنی انسان همه جوره در تمام وجود خودش تسلیم خدا و پیغمبر بشه. اون وقت میفهمند که ان جبرئیل عندی، جبرئیل نزد منه و شما را دعوت میکند به بیعت اسلام و فاسلما تسلما، اسلام بیارید تا چی باشید؟ در امون باشید، یا تسلیم، یعنی از به سلامت باشید از همه اموری که انسان اخاف و احذره، یعنی میترسه از اون یا از دنیا و از قیامت. در تمام جوانب این که اسلام بیارید، اسلام همه جوانب شما رو در بر میگیره و از همه امور در سلامتی هستین. بعد حضرت فرمودن که قالا فعلنا و اطعنا، ما تسلیم شدیم، اطاعت کردیم. و رسول خدا صلی الله علیه و آله ادامه میدن که شروط و عهودی برای اسلام هست که باید اونها رو بپذیرید. و خدمت شما عرضم که میثاق هایی که باید اون پیمان ها رو انجام بدید و بهش وفادار بمونید. و شروع کردن رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان کردن اینکه باید شهادت بدید، ان تقول نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له فی ملکه، خدا شریکی نداره، خدا یگانه است، در ملک خود شریکی نداره، لم یتخذ ولدا ولم یتخذ صاحبه، خدا فرزند نداره، همسر نداره و دور و مبرراس از اون چی که بنی بشر هستن، مخلصا باید خالصانه به این اعتقاد شهادت بدید و ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که حضرت رسول صلی الله علیه و آله عبد خداست و رسول اوست، ارسله الی الناس کافه بین یدی الساعه، یعنی پیش از قیامت رسول خدا را خدا برای تمام مردم فرستاده، نه برای فقط گروهی از مردم، بلکه تمام مردم عالم باید به نبوت ایشان ایمان بیارن. بعد شهادت راجب صفات خدا، اینکه شهادت بدیم خدا میمیراند و زنده میکند و اوست که انسان را بالا میبره، یرفع و یضع، و اوست که انسان را پایین میاره، یعنی اگر کسی با خدا باشه خدا او را بالا میبره و اگر کسی از خدا دوری کنه او خدمت شما عرضم نصیبی نداره. یغنی و یفقر، خداست که بی نیاز میکنه، خداست که خدمت شما عرضم که انسان رو محتاج قرار میده. و به همین ترتیب یفعل و مایشا، هر کار دوست داشته باشه خدا انجام میده. و یبعث من فی القربور، و اونهایی که از دنیا رفتن اوست که در حالا رجعت و همچنین در حشر کبرا اوست که اینها رو از قبرها برمی انگیزاند. اینجا تو همه این موارد حضرت امیر صلوات الله علیه و حضرت خدیجه میگفتن قالا شهدنا، ما شهادت دادیم. بعد میان توی شرایع، اینا مثلا تر اعتقادات، میان توی شرایع از باب وضو و نحوه وضو و غسل و خدمت شما عرضم که احکام شرعیه به تحریم، بله، یعنی مقداری از شرایع که تا اون وقت بوده و حج و روزه و نماز و جهاد فی سبیل الله، و بعد اخلاقیات میاد، نیکی به پدر و مادر، صله رحم، عدل، مساوات بین رعیت، و اینکه انسان خدمت شما عرضم که نکته مهم این که الوقوف عند الشبه، مسلمان باید در جایی که شبهه هست و یقین نداره اونجا احتیاط کنه، توقف کنه و خودش رو در هر موضوعی، آره، تو هر موضوعی باشه، لقمه باشه، کسب و کار حلال یا حرام باشه، بله، و حتی اعتقادات، ممکنه یه عقیده‌ای باشه که به ذهن خودش اون عقیده مثلا با چارچوبی که داره شاید نسازه یا یاد نگرفته یا اطلاعاتی نداره، اینجا به جای انکار کردن دو مثلا بخواد رد بکنه، توقف میکنه، میگه من اینو رد نمیکنم، ممکنه این روایتی که خوندی از اهل بیت باشه، آمونم تحقیق میکنم و از آل الله، از روایاتشون، از کلماتشون تا به این مطلب برسم. انکار نمیکنه، نزد شبهه توقف میکنه. یا مثلا ممکنه شخص منحرفی باشه بیاد و فرد رو مثل کسانی که ادعای امام زمان بودن و مهدویت رو اینها میکنن بیاد سمت خودش طلب کنه، ممکنه ادله‌ای بیاره که این شخص به خاطر عدم اطلاعاتی که داره بخواد خدای نکرده در اون انحراف قرار بگیره، اونجا یعنی وقوف کنه عند الشبهه، یعنی اینجا شبهه براش شد، توقف کنه فورا، نره مثلا آره بره تحقیق کنه، بره مطالعه کنه. الحمدلله علمای زیاد زحمت کشیدن، کتاب فراوان نوشته شده در زمینه مهدویت و نشانه های مهدویت، نشانه های امام، نشانه های فرستاده های امام، آیا هر کسی میتونه ادعا کنه یا نه، آیا هر کسی میتونه بگه من امام زمانم، شرایطش چیه، یکی میتونه بگه من مهدوی، مثلا رابطه بین امام زمان و مردم هستم که
یه بنده خدایم کار زیبایی کرده بود اینجا، یه بنده خدایی بود میگفت من نامه میبرم پیش امام زمان صلوات الله علیه، نامه‌تون رو به من بدید. من مردم عریضه می‌نوشتن، این میبرد در جواب میداد میومد. عجب. بله میگفتن آقا امام زمان صلوات الله علیه جواب دادن. وقت یه مؤمنی اومده بود و یه نامه‌ای داد و این بعد بهش گفت نامه شما سفید بود. خلاصه گفته بود من اینا رو با انگشت نوشتم. اون امامی که تو میگویی من واسطه او هستم، اون امام اون نامه‌ای که من با انگشت نامه نانوشته رو هم میخونه. و به این ترتیب خلاصه اون رفته تا حالا جواب نامه رو بیاره. الان ای حالین این میشه وقوف عند الشبهه. وقتی انسان متوجه نیست که آقا من چیکار باید بکنم در این در اینجا توقف کنم. و روایت هست که انسان در شبه توقف کنه خیلی بعض اینه که مرتکب اشتباهی بشه و خودش رو در مهلکه قرار بده. بعد اینجا یک سری معارف دیگری رو بیان میکنن. میگن که و طاعت ولی الامر بعدی، یا حضرت خدیجه و یا امیرالمؤمنین اینو میگن. بعد حالا دارن شفاف میکنن اینجا باید از ولی امر بعد از من چی بشه؟ تبعیت. اطاعت بشه و تبعیت بشه. و معرفته فی حیاتی، یعنی ولی امر بعد از من باید ازش اطاعت بشه، تو حیات من باید بشناسیش که این ولی امر کیه. و بعد موتی، بعد از من هم او رو بشناسی بعد از شهادت من. و الائمه من بعده، البته فقط تنها اون ولی امر رو و امامانی که بعد از ایشان میان اینها رو هم باید بشناسیم. واحدا بعد واحد، یکی پس از دیگری همه رو باید بشناسیم. و موالات و اولیاء الله و معادات و اعداء الله، البته اینجا این شناخت و این اطاعت کافی نیست، باید اولیاء الله رو دوست بداریم، این ائمه، این ولی الله، این ائمه رو دوست بداریم و با دشمنانشون دشمنی کن و از دشمنان ایشون بیزار باشی. یعنی دشمنانش هم باید بشناسی، تولا و تبرادی، احسن، تولا و تبرادی، که باید دشمنان اینها هم شناخته بشن. چون اگر کسی نشناسی که دشمن اهل بیت چیه، یا از اون بیزاری نداره، یا اگر بیزاری داره اون بیزاری که حقش هست رو نه. انجام نمیده، چون نمیشناسه. چون نمیدونه چه بسا در جایگاه محبت رو هم بالا بیاد کم کم. بله. چون عدم شناخت این جوری میکنه. بله. و خدمت شما عرضم که و همینجا مثلا این عدم شناخت راضی به دشمنان سبب میشه که افراد دچار انحرافات ریزی بشن. مثلا نوشته هایی بنویسن که بگن آقا مثلا اگر ما حکومت امیرالمؤمنین رو نداشته باشیم، حکومت اون مثلا غاصب دومی در مقابل حکومت در اسلام حکومت عادلانه بوده. شروع میکنه از وصف از این حکومت گفتن و با این کار مثلا میخواد اونو گفت. خب این محبت درست میکنه. هستن دیگه در دوران ما احسن. مثلا میگه که آقا شمر رو لعن نکنین، چه بسا توبه کرده، چه بسا توبه کرده، یا مثلا اهل عبادت بوده، اهل نمیدونم چی مثلا بوده. مثلا مباحثی که هوا ان منصورا بوده با دیگه این داستان کربلا هرچی داشته از بین رفته، اگر اهل صلاح بوده تازه. نه خب این خدمت شما عرضم که در مورد قاتلان اهل بیت معلومه که اینا هم اولاد بقایا هستن، اولاد بدکارها هستن، خودشون از راه نامشروع به دنیا اومدن. و خدمت شما عرضم کسانی که در قتل امیر عبدالله شریکن، اینا جرم خیلی بزرگی دارن. شما اگر 100 سال نماز بخونه، روزه بگیره، نمیدونم هیچ فایده نداره، چون خدا رو باید از راهی که بخواد عبادت بکنه. بعد خدمت شما عرضم که و میفرمایند که براءت پیدا بکند از کی؟ از حالا این دشمنان بده. موالات رو فهمیدن، براءت رو توضیح میدن، یعنی معادات اعدایش دشمنانشون اهل بیت رو باشون دشمنی کنه، کیا رو براءت پیدا کنه؟ یک شیطان رجیم و حزبه و حزب شیطان، هر کی در این قاموس هر کس و اشیاعه و پیروانش، یعنی هستن که اینا برای شیطان کمکن یک جورایی. بله. و بازوهای اون میشه. بله. و البراءت من الاحزاب، از یک سری احزاب هم باید براءت پیدا کنن. از چه احزابی؟ اینجا بلکه نوی فهمدن تیم و عدی و امیه، از تیم و عدی و از امیه که اینا سران مخالفان اهل بیت همه در همین محله سه گروه هسته هاشون اینجاها بودن که با اهل بیت دشمنی میکردن. تازه از دل اینها هزاران گروه دیگه هم اومده بیرون. بله. خب ملحق شدن به اینها. بله. و اشیاعهم و اتباعهم، همون عبارت که در زیارت عاشورا هم داریم که از اشیاع اتباع اینها هم ما
باید راحت تا روز قیامت اینا اشیاء دارن، پیروان دارن، باید بیزار باشه. ولی حیات علی دینی زندگیشو چجور بررسی کنه، پایه‌گذاری کنه بر دین من و سنت من و دین وصیی و سنته و بر پایه دین کی وصیی من نماینده بعد و وصیره و سنت او، که وقتی در شورای شش نفره خلافت رو پیشنهاد دادن به امیر مؤمنان صلی الله علیه گفتن که علی دین الله و سنت رسول الله و سیرت شیخین، امیر مفهمدن نه، کتاب خدا علی کتاب الله و سنت رسول الله و سیرتی، سیره خودم، این همون چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و آله اشاره کرد. بله، که حیات و زندگیت رو بر اساس دین خدا و سنت من و دین وصی من و سنت او پایه‌گذاری کنی. روش اوست. بعد فهمودن که تا روز قیامت این یک برنامه است، یعنی از این خطا نمیخوره. کتاب خدا، سنت پیغمبر، سیره امیرالمومنین و اهل بیت، این دیگه همین هست تا روز قلم خوردگی نباید قیامت. بعد که فاصله بگیری برگردیم دوباره به ادامه حدیث گوش بدیم. قبول باشه طاعاتتون، دل و جانتون رو فرا بدید به شنیدن فضایل امیرالمومنین که بهترین عبادت ها هست. بخشی از یک روایت رو جناب آقای حیدری برای ما فرمودن تا جایی که ما میبایستی بر پیامبر و سنتش و بر وصی او و سنت وصی او تنظیم کنیم زندگیمون و آموزه های دینیمون رو و ادامه روایت رو انشالله بشنیم. بله. بعد اینجا در ادامه یک سری دوباره احکام فرعی رو از بیان میکنن رسول خدا صلی الله علیه و آله تا میرسن به این نقطه که میفرماین که حضرت خدیجه میفرماین که آمنتو و صدقتو و رضیتو و سلمتو، من هم ایمان آوردم هم تصدیق کردم تمام اون چرا که شما بیان کردین، که پیامبر میفهمود که حضرت خدیجه سلام الله علیها من رو تصدیق کرد اون زمانی که همه منو تکذیب میکردن. بله. و راضی تو و راضی هستم. بعضیا ایمان میارن تصدیق میکنن ولی راضی نیستن. این مقام رضا خیلی مقام بالایی است. حضرت خدیجه فهمیدن من ایمان آوردم تصدیق کردم و راضی شدم و سلم تو تسلیم شدم هر چی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بیان کنه. امیر المؤمنین هم فرمودن که و قال علی صلی الله علیه و آله و انا علی ذلک، منم دقیقاً به همین عبارت. و رسول خدا صلی الله علیه و آله چند تا شرط از امیر المؤمنین گرفتن، گفتن دستت رو دست من بگذار و دست کف دست خودش رو در کف دست پیامبر گذاشت امیر المؤمنین صلی الله علیه. قال بایعنی یا علی علی ما شرطتک علی، بر این شروط با من بیعت کن و ان تمنعنی مما تمنع من نفسک منه نفسک، یعنی اون چیزی که برای خود نمیپسندی برای من هم نپسندی، اون چیزی که از خودت باز میداری و دور میکنی و نسبت به من هم باید اینجور باشی. و این واقعا همینجوری، یعنی من نسبت به می معصومین صلوات الله علیه، نسبت به آقا امیر المؤمنین صلوات الله علیه، باید اون چیزی که دوست میداریم در خودمون در اهل بیت هم دوست بداریم، حتی اگر مطلبی باشه نسبت اهل بیت که ما در مورد خودمون خدمت شما عرضم که اگر بخوایم انجام بدیم ممکنه کراهت داشته باشه، اینکه جانمون مالمون زندگیمون رو فدای اهل بیت بکنیم صلوات الله علیه اجمعین، و این باید باشه با استوار این نکته ای که رسول خدا بهش اشاره فرمودن. فبکا علی صلوات الله علیه، امیر المؤمنین گریستن اینجا و فرمودن به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای شما، به ابی و امی، لا حول ولا قوت الا بالله، اون چی که خدا بخواد من در اون تسلیم هستم و انجام میدم. بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت خدیجه سلام الله علیها فرمودن که
تو هم دستت رو رو دست ما بگذار و بیعت کن. فبایعتو علا مثل ما بایع، فبایعت حضرت خدیجه سلام الله علیه مثل ما بایع علیه علی بن ابی طالب. همونجور که امیرمومنین بیعت کرده بود، حضرت خدیجه سلام الله علیه هم بیعت کرد. که اینجا یک جمله خیلی مهم اینجا فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله، فرمودن یا خدیجه، به حضرت خدیجه سلام الله علیه، هذا علی صلوات الله علیه، این علی ابن ابی طالب. حالا چی میخواد بگه؟ مولاک، مولای توست، و مولا المؤمنین، و مولای مؤمنین است، آقای مؤمنین است، و امام هم بعدی. مولا اینجا تعبیر همون مولایی که در غدیر فرمودن سرپرست شماست و اولا به تصرف شماست، تمام امور شما به دست علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه است. پس این علی مولای توست و مولا و سرپرست مؤمنین است، و امام هم بعد، بعد از من هم پیشوا کیست؟ پیشوا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. قالت صدقت، تصدیق کردم یا رسول الله، فقد بایعته علی ما قلت، اون چی که شما فهمیدید که امیرالمومنین مولای من است، من هم با همین بیعت کردم با امیرالمومنین علیه السلام. اشهد الله و اشهدک و کفا بالله شهیدا علیما، و شاهد میگیرم خدا را بر این بیعت، و خدا برای شهادت کافی است و او آگاهه. خدمت شما عرضم که پس اینجا حضرت خدیجه سلام الله علیها به ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه اقرار میکنه و بیعت میکند با امیر مؤمنان بر این که او مولای من است، مولای مؤمنین است، و بعد از پیامبر امام من است. حالا اینجا پیغمبر میداند، امیر مؤمنان میداند، چه بسا حضرت خدیجه هم فرموده اند که حضرت خدیجه سلام الله علیها پیش از رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا میرن، اما با این عنوان، با این وجود اقرار باید بکنن به ولایت امیر صلوات الله علیه. فلذا این که ما اقرار میکنیم باید شبانه روز و هر روز اقرار کنیم، تجدید بیعت باشه برای ما هر روز. احسن. حتی عباراتی هست در دعا که بعد از نمازها گفته بشه، هر نمازی رو که انسان میخونه بعدش به تک تک ائمه اقرار کنه، رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه و آله نبیا و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و بالکعبة قبلة و علی ولیا و اماما و بالحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة ابن حسن العسكري صلوات الله علیه ائمه، اللهم انی رضیت بهم ائمه فرضا لهم. این عبارتی است که اهل بیت فهمودن بعد از هر نماز واجب این عبارت خونده بشه، و سبب میشه که انسان چی با حالت ایمان از دنیا بره. اگر من اون روز از دنیا برم، اول صبح مثلا بعد نماز صبح من اینو خوندم و بعد از هر نمازی میخونم این رو، من اقرار کردم به ائمه صلوات الله علیه و سلم. یک تلقین دوباره ای هم هست دیگه، بله، مشابه اون تلقینی که ما در لحد میخونیم و حتی بعدم روی خاک استحباب داریم میخونیم تا متذکر بشیم نفس و وجودمون رو به اینکه اینها امامان تو هستن، کتاب تو اینه، قرآن و خدمتشون هم خدا و پیغمبر و قول قدیمی ها، همه کس و کارمون رو اینجوری بیان میکنیم. یک بار دیگه هم به تعبیر شما تجدید بیعتیست با حضرت معصومین، هم یک تذکریست به نفس که فراموش نکنیم که اون لحظه هولناک قبل وقتی سوال میکرسن اینها جواباته. احسنتم. حالا ما در ادامه یه روایت زیبایی رو اینجا بیان میکنیم که این که چرا سوال میشه که آقا مثلا ما خدمت شما عرضم که میبینیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنوز تازه اول ابتدای کاره و میاد ولایت امیرالمؤمنین رو بیان میکنه، در حال که مثلا بعدها وقتی پیامبر دارن شعار اسلام رو میگن، میگن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی به ترتیب میرن جلو، اول فقط لا اله الا الله بگید، بعد کم کم وقتی لا اله الا الله رو گفتید خب نبوت من رو قبول کنید، بعد ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه بیان میکنن. اما اونجا خیلی جاها مثلا در یوم الدار، در نمیدونم خدمت شما عرضم که در همین جریان عهد پیمان با حضرت خدیجه، خدمت شما عرضم در جنگ احد با حضرت حمزه سلام الله علیه، خدمت شما عرضم بیان کرده چی رو؟ ولایت امیر مؤمنان صلوات الله سلامه علیه رو. خب اینجا یک تشبیه خیلی زیبا و جالبی داره رسول خدا صلی الله علیه و آله. روایت کردن که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز صبح رو خوندن، یه روز جمعه ای بود، نماز صبح رو خوندن و صورتشون رو برگردن، همونجوری که نماز خوندن برگشتن به سمت مسلمون ها و ثنای خدا رو گفتن و
فرمودن که من روز قیامت خارج میشم، اخرج یوم القیامه و علی ابن ابی طالب امام، و پیش روی من علی ابن ابی طالب حرکت میکند، و بیده لواء الحمد، و به دست حضرت پرچمیه لواء الحمد، پرچم حمده، و هو یوم اذن شقتان، این پرچم دو شقه هست، و شقتون من سون من السندس و شقتون من الاستبرق. حالا مثلا اون پارچه های بهشتی بود. فوسب الیه رجل اعرابی، یه شخصی اونجا نشسته بود و پرید، و اینجا مثلا طایفش هم گفتن، و پاشد گفت که من و این طایفمون مثلا فرستادن برای شما که من بخوام اینجا راجع به علی ابن ابی طالب صحبت بکنیم. فقد کثر الاختلاف فی، یه حرفای شما راجع به امیرالمؤمنین زدین و اختلافات زیاد شده راجع به علی ابن ابی طالب، و من میخوام اینجا بدونم که خدمت شما عرضم که چرا مثلا این صحبت ها هست، و چرا میخوام بفهمم روشن من فرستادن از شما استفسار کنم که راجع به علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه حرفایی که زدین چیه. فتبسم رسول الله صلی الله علیه و آله ضاحكا، پیامبر خندیدن و تبسم کردن، فقال یا عربی ولما کثر الاختلاف فی، چرا اختلافتون راجع به علی بن ابی طالب زیاد شده. و اینجا اون جمله تاریخ رو فهمودن علی منی کرأسی من بدن، نسبت امیر مؤمنان صلوات الله علیه برای من پیغمبر مثل سرم نسبت به بدن. ببینید یه عده‌ای هستن هر چی شما از پیغمبر بگین صلی الله علیه و آله قبول میکنن، راحت میپذیرن، اما وقتی میرسن به امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه دچار وحشت میشن، دچار استرس میشن، یعنی یه حالتی میشه که حالا چیکار کنم، اگه اینو قبول کنم چطور میشه، یه حالت تدافعی پیدا میکنن. فضائل امیرالمؤمنین شما از آقا رسول الله بگی، یا مثلا فضائل استغفار، فضائل مثلا لا اله الا الله گفتن، فضائل لا حول ولا قوه الا بالله گفتن، فضائل سوره حمد، فضائل سوره مثلا فتح، شما این سوره های قرآن که فضائلی داره اینا رو بگین، کسی نمیاد اینجا مناقشه کنه مثلا یه استغفار این همه ثواب داره، یه شب قدر مثلا شب زنده داری این همه ثواب داره. اما اگر برسیم به بیان فضائل امیرالمؤمنین، اقرار ولایت، نمیدونم همپیمان با امیرالمؤمنین بودن، چه فضائلی داره و چه ثوابهایی داره، فعلا حالت دوم میگه، یعنی یک مثلا محبت امیرالمؤمنین اینقدر عظمت داره، میشه چنین چیزی؟ آیا حدیثش درسته؟ سند مال کوچک بودن آدم هاست که نمیتونن مطلب رو درست بپذیرن. آدم ضعیف خب به تبع یک پرکا هم که بهش بدن اصطلاحا توانایی شد دیگه، ترازو رو دیدید یه وقتایی کافیه یه پر بیفته روش این تکون میخوره سریع. حالا بعضی از آدم ها همچنینن، یک فضیلتی رو نمیتونن تحمل بکنن چون آدم های کوچیکی هن، ولی کسایی که به اهل بیت متصل میشن از جایی که اونها منبع فیضن، دریای رحمتن، آدم های اونها هم که به اینها متصل میشن از همون جنس دریا دل میشن، لذا هر چه فضیلت امیرالمؤمنین بزرگتر باشه پذیرشش برای اینها جذابتر. مؤمن ممتحنه، مؤمن ممتحن کسی است که اون چی که از فضائل اهل بیت، مناقب اهل بیت بهش میرسه قبول میکنه و در وجودش هست، ولی کسی که به اون درجه نرسیده باشه از ایمان، اسم عزت من حقوقی، یعنی قلباشون دچار اشمئزاز میشه و نمیتونه بعدشون قبول کنه. پیامبر صلی الله علیه و آله اینجا فهمیدن بابا امیر مؤمنان نسبت به من مثل سرم نسبت به بدنم، یعنی اگر شما امیر مؤمنان از من حذف کنید، از دینم حذف کنید، از که اون چی که من قرار احسن تمام شد، رأس به بدن چیکار میتونه بکنه؟ رأس بی بدن، این تشبیه خیلی بالاست، خیلی بالاست. رأس بی بدن نهایت سر... کلام رو رسول الله فرمود. احسن، بدنی که سر در اون نیست نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه، یعنی مگر علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه نباشد من هیچ پشتوانه‌ای ندارم، هیچ قدمی نمیتونم برم جلو و هیچ قامتی را برای دین نمیتونم استوار کنم، لذا باید ولایت او را قبول کنید. بعد خدمت شما عرضم که خیلی این بنده خدا ناراحت شد و گفت میدونی من خیلی زورم زیاده؟ و آقا رسول الله گفت من خیلی زورم زیاده، بیشتر از علی ابن ابی طالب زور دارم. مثلا حالا از نظر جسه و اینا خیلی قوی بود، برای خودش همچیزی فکر میکرد، و چطور حالا گیر داد به اون لواء حمدی که روز قیامت دست امیرالمؤمنان هست؟ گفت اون لواء حمد امیرالمؤمنان میتونه حمل کنه به اون بزرگی؟ حالا وصف شد در روایت دیگر هست خیلی لواء بزرگی است که تمام انبیا و اولیا و همه در تحت این لواء جمعن، و اولین لوایی است که وارد بهش میشه و پشت سرش افراد وارد بهش میشن. بعد خدمت شما رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن خصلت هایی به
امیر مؤمنان در روز قیامت عطا شده. یکیش اینه که حسن و یوسف و زهد و یحیی و صبر و ایوب و طول آدم و قوت جبرئیل. یه باید اینجوری بگم که تمام اینها را همه جمعی انبیا رو در خودش صفات شده. اگرچه اگر یوسف سلام الله علیه حسنی دارد، اگر ایوب یحیی زهدی دارد، اگر ایوب صبری دارد، اگر آدم قامتی دارد، اگر جبرئیل قوتی دارد، همه از علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هست. ولی نه اینکه اینا مال امیرالمومنین، اونها از امیرالمومنین این رو داره. بله و این خیلی فرقش احسن. و این دیگه اون همچه آدمی که اومده اینجوری راجع به حضرت علی میگه، عقلش اینه که میگه ها قوت جبرئیل رو میدن به امیرالمومنین، اما بازم قبول نکرد. یکی از جاهایی که میگن این آیه سأل سؤالاً بعذاب واقع نازل شد، خدمت شما عرضم اینجاست که خدمت شما عرضم که فهمودن که با اون قوتی که امیرالمومنین داره لواء هم رو میبره، ملائکه میان دنبالش، انبیا میان دنبالش، و خدمت شما عرضم که عصبانی شد این بنده خدا، گفت اللهم ان یکن ما قال محمد صلی الله علیه و آله حقا فانزل علی حجرا، اگر این حرفایی که رسول خدا میذاره حقه یه سنگی بیاد بیاد. و همونجا هم این دعا مستجاب شد. و این هم از یکی افرادی است که با انکار فضائل امیرالمومنین دچار این عذاب شد در دنیا. بسیار عالی. انشاءالله که در نسل ما، ذریه ما، کسی معاند، مخالف و بلکه بی تفاوت نسبت به امیر مؤمنان و اولاد معصومینش نباشه. مخالف و معاند که خدا نکنه، حتی بی تفاوت هم نسبت به معارف اهل بیت و خاصه وجود نازنین امیر مؤمنان نباشه. خیلی متشکرم سر جناب آقای حیدری و تشکر از شما دوستان و روزدارانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. بهترین ها را از خداوند منان برای شما خواستارم. در پناه حضرت حق باشید. یا علمت آمد شکید. خداوند خداوند ای خدای تنهایی، آن زمان که همگان به انسان پشت می کنند، تنها حضور تو تنهایی را تراوت می بخشد. خودت را از ما دریغ مکن خدایا. خداوندا دست من تهی از طاعت و آلوده به معصیت است، اما دل من سرشار از عشق و محبت توست. به دست من نگاه نکن، به دل من، به دل من هم نگاه نکن، به دست و دل خودت نگاه کن.